بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. خود این دفعه لپتاپمون یادم رفت بیاریم، حالا دیگه یاد رو همین نرم افزار رو باید پیدا کنه. آیاتو عرض به خدمتون که خب مفصل راجع بحث ابراهیم و امت وسط و یعنی بلندتر صحبت کنیم، مفصلا تا حالا راجع بحث حضرت ابراهیم و امت وسط و جایگاه امامت و اینها راجع به این بحث شده، ویژگی قبله و ویژگی حضرت ابراهیم به عنوان رأس قوم‌های برگزیده و از این بحثا متکی به این آیات زیاد بحث شده. یاد رفقان باشه این بود که این بحث بیت یک نکته ایری که اینجا امروز حالا این مقداری توضیح میدیم، یه نگاهی به این ماجرای بیت بکنیم که اصلا بحث اهل البیت و یک سری از مسائل دیگه هم که در قرآن و تو فرهنگ شیعی ما رخ کرده به خاطر همین مفهوم باز دوباره عنوان بیته که به عنوان یک خونه داره مطرح میشه که حالا خانه خدا ما میگیم، منتها مراتب اینو باید دقت بکنیم که راجع به این میگیم خانه خدا، ببینیم بیت الله درسته. این عنوان یه عنوان تو قرآن دیگه، عنوان بیت الله الحرام. خب این عنوان که عنوان قرآنیه، ببینید این عنوان همراه با چه عناوین دیگه ای هست که اون جایگاه طهارت و شرک و طهارت ورزیدن و همه اینها رو در لایه‌های مختلف اون موقع خود ائمه مطرح کردن. بعضی تصور میکنن این مثلا تفسیر عجیب غریبیه که مثلا حالا داره طهارت رو در یک سطحی مطرح میکنه، مثلا اتهام سطح‌های اول بحثش اینه. حالا به شما نشون میدم تو سوره مبارکه حج سطح اول بحثش اصلا شما نگاه بکنید میبینید که مثلا الان اینجا ما داشتیم بحث میکردیم، خدا تو بحث فقهی بود که گفتش که مصلا رو شما در مقام ابراهیم بزن، بزنید همه تون. مگه اصلا بحث حاجی الان وسط؟ نه، این ائمه هدان که اومدن این آیات رو از سیاق‌های خودش جدا کردن و به دلیل وجود لایه‌بندی‌های مختلف در آیات یه لایه‌ش رو مطرح کردن. مثلا لایه فرض فرمایید که طهارت ظاهری، یا لایه حالا بعداً می‌بینید تو سوره حج همین الان مثلا گرفتن ناخون مثلا، ولی اصلا لایه اصلی آیه این نیست که اون هدف اصلی و اولی آیه این محسوب نمیشه.
که حالا این طهارت خانه من برای طائفین و عاکفین و رکع سجود و اینها که همراه با یک عهد باشه. حالا این عنوانا رو هم دقت بکنید که این ما عهد گرفتیم که شما یه همچین کاری بکنید. عنوانهای عهد و حتی ما سرش تأکید داریم، همین بحث عهدیه که میبینید از بنی اسرائیل گرفتیم فلان. میبینید ماجرا رو پس از ماجرای خلقت وقتی داره میگه ما عهد گرفتیم، ببینید چه اونجا شروع میکنه با بنی اسرائیل، میگه ما عهد گرفتیم از اینا. خب اینجا باز دوباره وقتی که میخواد بگردونه سر بحث قبله و مسئله حج و اینا، میگه ما عهد گرفتیم از این دو نفر که این عهدها بعیده، که اتفاقا لایه های دورتر معنایش که ما عهد گرفته باشیم که مثلا اینا خانه خدا رو بشورن، مثلا این دیگه عهد لازم نداری هم چیزی. این خلاصه تناسب رو نگاه بکنه. صفحه 335 رو بیارید تا من اونجا نکته رو عرض بکنم، نکته مهمیه. در صفحه 335 سوره مبارکه حج آیه 26 به بعدش رو ببینید، آیه 25ش رو نگاه بکنید، که این خانه فرا منطقه‌ای محسوب میشه. اصلا این خانه کسی نسبت نزدیکی و دورتر، مثلا این نیست خانه ای در خاورمیانه، مثلا جوی نیست، اصلا خانه ایست در کشور عربستان، خانه ایست در... اصلا این مفاهیم روش بار نمیشه. یه خانه ایست که نزدیکی و دورترش فقط با نزدیکی و دورتری معنوی با صابخونه اتفاق میفته. شما نگاه کنید، در بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، کسایی که کافر شدن صد عن سبيل الله میکنن و صد از مسجد الحرام، که مسجد الحرام چیه؟ الذي جعلناه للناس سواء، این مسجد داره همه مردم به صورت مساویه. العاکف و فیه الباد، چه عاکف و فیه باشه، چه مقیم اونجا باشه، چه مسافر باشه، اصلا کسی اولویت به این خانه نداره. به عبارتی این خونه مال کسی نیست. این صوته یه مقداری فکر کنم چیزه، این خونه متعلق به کسی نیست. خونه سواء العاکف و فیه والباد، اینجوری نیست یه عده همشهریشن یه عده مسافرن مثلا اونجا، نه همه مقیمن اونجا، مسافر نداره اونجا. لذا نمازهای همه هم همینجوریه، یه جوریه. یکی از ویژگی‌هایی که تحت قبه هم میگن اینا، باید اینا بعدن یه برابری بشه که نماز تحت قبه امام حسین هم یعنی چین نظری راجبش هست. اینجا اصلا مسافر مقیم نداره دیگه، جاهای فرامنطقیه. وقتی دارن میگن اینجا سواء مساوی، فرق نداره دیگه، برای همه مردم دنیا اینجا مساوی است. برای همین است که این خونه متعلق به عربستان نیست اصلا. اینا پایه های درگیری های بعدی اون آیاتون باشه. اگه قرار شد به این خونه حمله بکنیم، به خونه مردم داریم حمله میکنیم، نه به کشور عربستان. این دقت بشه بعدا کسی نگه داریم حمله میکنیم به این، حمله به دقیقت خانه عمومی مردمه، مال مرزهای منطقه‌ای نیست. اینو انشالله وقتی رفتیم اونجا کسی شبهه اینجوری وسط را نکنه دیگه. سواء جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد و من یرد فیه به الحاد به ظلمن نذقه من عذاب الیم.
کسی که خلاصه بخواد در اونجا به الحاد به ظلمی بکنه، ما از عذاب علیم خلاصه او رو میچشونیم. و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا، این همون باز دوباره شرکایی که دارن به کی میگن؟ حضرت ابراهیم. ما هنگام یاد بکن که خدا خانه کعبه رو برای این بوعنا آماده کردیم و این پیمان رو ازش گرفتیم که لا تشرک بی شیئا، این خونه رو گذاشتیم خانه مردمی. حالا ببینید شرک یعنی همین شرکی که مربوط به حضرت ابراهیمه، خانه مردمی مال خدا، اینجا جایگاه شرک نیست. مواظب باش لا تشرک بی شیئا، اینجا دیگه با من کسی رو شریک نکن، نگو این خونه مال فلانی هست و مال اینجوری مال. نه، این دیگه مال کل مردمه و مال خود خداست این خانه با جایگاه خود حضرت ابراهیم. و طهر بیت للطائفین و القائمین و رکع السجود، مثل همین آیهی که داشتیم تو سوره مبارکه بعده، این طهارت ایجاد بکن از همین این شرکه دیگه. شرک هر چقدر سطحش هر چقدر هست، طهارت ایجاد بکن این خانه منو، طهارت ایجاد بکن براش، برای طائفین و قائمین و رکع السجود. حالا اینا رو یه دور باز داره عناوینش رو برمیگردیم. و اذن فی الناس بالحج، خوب دقت بکنید، بانگ بده ابراهیم تو این بیابون. و اذن فی الناس بالحج، فهمید بقیهش چیه؟ نگاه کنین این خیلی مهمه. یأتوکه، یعنی من اگر حج رو گذاشتم، حج رو نذاشتم که ملت بیان دور این خانه، من حج رو گذاشتم ابراهیم بیان پیش تو. یأتوکه، خب یعنی باید بیان پیش صابخونه، یعنی مثل که صابخونه دعوت کرده. ببینید ایناست که حج رو میکنه حج. و اساسا فلسفه حج رو میتونه روشن کنه برای آدم ها. حج برای چیه؟ برای این که فوق‌العاده است این کارهای خدا. یه سری نمادسازی، درست کردن سمپوزیوم های در ابعاد بین المللی، چهره به رخ کشیدن، امامت رو رو کردن، محوریت و اون رهبریت رو رو کردن تو ایام خاص. ببینید شما بعضی میگن خب مثل این غربی ها، من یه موقع عرض کردم این غربی ها یه چیزی به نام روزه و اینا، گاهی اوقات الان خیلی هم جدی شده توشون روزه گرفتن، این مسیحی ها و اینا روزه شون مثلا روزه از یوتیوبه، مثلا یه ماه یوتیوب نگاه نمیکنه، یه ماه شکلات نمیخوره، مثلا یه فستای اینجوری دارن، یه روزه این مدلی خیلی هم داره توشون مد میشه. حالا بعضی میگن فطریش مثلا چی میشه؟ گفتم سگی اینترنت. خب این در حقیقت روزه های این مدلیه، منطقه روزه هاییه که فلسفه شو یه مقداری از فلسفه شو فهمیده و اون فلسفهی که بجن مهار زدن خودش یه حسنی داره، کلن آدم خودشو مهار بزنه. واقعا من به بعضی این طلبامون هم میگم شما لازم روزه از فضای مجازی بگیرید. بعضن یه خانواده هاشون بعضن میان، خانواده دانشجو ها اینا، یا بابا حاج آقا این همه ای سرش تو گوشیه، بی نظم میاد. الان شما مهمونی های حالا چقدر دیدید مهمونی های که 7-8 نفر دور همن، همه دارن گوشیشون چک بکنن، همه یه جای دیگن. خب معلومه واقعا یه اعتیادی داره تبدیل میشه و این از همون چیزیه که مدت‌های بعد روزه بگیرید ازش. این یه فلسفه روزه‌ای توش مهمه تو این فرق. و
حتی یه نظم جدی بدید. آقا بنده خودم مثلا قبل اینکه برم خونه ماشین رو میزنم کنار 10 دقیقه، هرچی پیامه اینا رو چک میکنم، میرم خونه میبندم میذارم، بعد دیوایسات با خانواده باش. هی بعضی از این مسافرت ها عجیبه، گوشی به دست خوابشون میبره. یه قلط اگه زدن مثلا بیدار شدن، همین کورمال کورمال باز داره یه چیزی رو داره چک میکنه. خب بعدش بزرگ بلند شدن چشاشو نمالونده، اینا داره خواهی رسمن اعتیاد این دیگه. الان بالای 95% اینترنت تو دانشگاه داره دانلود فیلم میشه و بازی، بالای 95% حجمش. این دارن با اطلاعات دقیق میام، داره فیلم دانلود میشه و بازی. خب این چه زندگیه؟ واقعا روزهای این مدلی خوب آدم‌ها بگیرن. البته باز روزه‌ای که از بالا به انسان بگویند چه بکن، این یه چیزی دیگه است. حالت شده خب میشد این روزه رو پخش کرد توی کلا، میگه هر کی در هر شرایطی که احساس کرد علاقمند به فضای مجازی شده دیگه، خیلی میلش عظیم شده. به تعبیر دفعه قبل که گفتم، یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، تمایل به یه فراوانی زیاد شده. این معلومه داره واقعا توی شهواتی میفته، باید خودشو با روزه‌های مربوط به اون کار و مهار زدن اونو. ولی این کجا و این که یه ایام معلومی رو درست میکنه به نام حج، به نام ماه رمضان، همه با هم روزه، نماز که اصلا دیفالت پیشفرض نماز، نماز جماعت، همه با هم نماز، همه با هم بریم پیش امام، که حتی باز اونجوری که از روایات مربوطه به حج برمیاد که شخصی اومده خدمت پیغمبر، هی میگه که حج هر سال واجبه یا در حقیقت یه بار در عمر؟ حضرت هی پسش میزنن، میگن که نپرس، میان نپرس از چیزی که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، نپرس از چیزی که اگر بفهمی جوابشو ناراحت بشی. اصلا خود این رفتار بعد که خیلی اصرار میکنه بهش میان یه بار دیگه، اصلا خود این رفتار نشون میده که هر ساله، یعنی پیشفرضش هر سال است، پیشفرض حج هر سال است، نه یک بار در عمر بیعت با در حقیقت امام به صورت جمعی، بلکه هر سال بیعت با امام به صورت جمعی. این گفتن و همراه با چی؟ و همراه با این که نه اینکه همه همینجوری برن بیعت با امام. شما نگاه کنید بزرگترین مستکبرهای عالم اگه بگن یا آقا یه سمیناری میخوایم بذاریم میلیونی توی بیابون، کسی میره؟ 1400 سال فقط بعد از چی دارن ملت میرن؟ بعد از پیغمبر، قبلش هم خب حج همیشه بوده. خیلی انرژیه، یعنی یه ذخیره بزرگیه حج، که این در ایام معلوماتش که حالا میبینید اینو تأکید داره که در ایام معلوم، این همون نمادسازی هاست که باید تو این ایام همه برن. بعدش هم تمام الحج لقاء الامام، برای همینه گفتن آقا
اتمام حج به لقای امامه اصلا. یعنی شما بری با امامت ارتباط برقرار کنی. تمام الحج. برای همین بوده که ائمه خودشون مسرن در ایام حج می‌رفتن حج، همیشه در ایام حج خودشون بودن، به خاطر اینکه این خونه صابخونه میخواد و این خشت و گله. این نکتشه. و اذن فی الناس بالحج یأتو که، بیان پیش تو، بیان پیش توی کی؟ بیان پیش تو ابراهیم فقط یا نه الان بیان پیش توی امام؟ شما نظرتون چیه این آیه رو میخونید؟ بیان پیش توی ابراهیم یا نه بیان پیش شخصت حقوقی تو الان؟ بیان پیش امام. باید این بیعت با امام انجام بشه. دست بیعت کسی باید با امام بده تو اونجا. و اذن فی الناس بالحج یأتوا رجالا، رجالا در مقابل نساء نیستا، نفر در حدود حج برای مردانه، برای چی گفت میگه یأتوا رجالا؟ پیاده، خب که حتی پیادهش میگن چیه؟ پیادهش ثوابش بیشتره، مثلا میگن حج و پیاده برید. یا بعضی میگن این پیاده رفتن مثلا کربلا چه چیزی؟ خب هم جورون کربلا. اصلا همین که طرف زحمت بکشه به چی برسه؟ به امام برسه. گاهی اوقات بوده ائمه این اسبشون رو میگرفتن دستشون پیاده میرفتن، که میگن آقا شما مثلا چرا پیاده میرین؟ یا خب به خاطر ثواب، میگن خب چرا اسب آوردی خب ای پیاده میری؟ میگن خب میخوام بگم همه دار و ندارم وقف این راه. اینی که پیاده، خود این کارا، این کارای نمادینه، فکر میکنه مثلا عجب بپره بره کربلا مثلا. نه با این تیکه 90 کیلومتر پیاده برو، این من کل فج عمیق، از هر خلاصه کوی و برزنی میبینی مردم مثل صحرای محشر دارن میزنن به این سمت. خب یعنی شما واقعا یه تصویر هوایی از این پیاده روی های اربعین رو نگاه بکنید ببینید چه جوری میشه. من کل فج عمیق دارن از هر دره یا از هر چیزی دارن پیاده سرازیر میشن. اینا رو شما به عنوان هم مستحب میخواید نگاه بکنید، میتونید نگاه بکنید به عنوان نمادسازی های کارهای خدا، زحمت به خود دادن برای این کار، زحمت کشیدن برای اون کار. همین چیزی که امروز من بارها عرض کردم که زحمت نکشیدن داره این نسل رو تنپرور میکنه. اصلا زحمت نکشیدن، شما به راحتی به همه چی دست پیدا میکنید بی زحمت، به همه چی دست پیدا میکنید، به بهترین صوتا، به بهترین کلاسا، به بهتر، بی زحمت، زحمت نمیکشه اصلا، به همه چی دست پیدا میکنه. این از اون جاهاییست که شما باید حواستون باشه که زحمت های اجباری رو خودتون برای خودتون من درست کنید. یعنی زحمت بدید به خودتون، زحمت خوابیدن، زحمت خوردن، زحمت مسیرهایی رو پیاده روی کردن، زحمت یه سری زحمت، زحمت کوه رفتن، زحمت صبح بیدار شدن زود، زحمت. این همون نکته ایست که بارها عرض کردیم تو روایت هست که چرا خدا آب رو از آسمون فرستاد ولی نون رو نفرستاد. گفتن به خاطر اینکه اگه نون رو میفرستاد این بشر دیگه زحمت نمیکشید، زحمت نمیکشید شهوتران میشد. الان شما فکر میکنی این جوان رو بخوای از شهوات جنسی دورش بکنی، یکی از کاراش اینه که به او زحمت بدی، تو ببری اردوه پر زحمت، این خود جوهرش صفر شه. ما به صورت طبیعی دنیای زمان ما جوهر آدم رو صفر میکرد،
الان اینجوری نیست. شما میبینید که همه چی راحت، خوردن راحت، پوشیدن راحت، مسافرت کردن راحت. رجالن و علا کل ضامرن، بر هر شتر عضلانی. ببینید ضامر به معنی لاغر نیست، لاغر تکیده. خب ضامر به معنی شتر بی پیه. خب یعنی شتر، یعنی شتر سانتافه چیزی بود اون موقع، شاسی بلنده که شترهای واسه چراغ دنده عقب داشت و خیلی چیز خوبی بوده. خب یعنی اولا شتر مثلا خوبه اینا، و بعد باید بری فراهم بکنی پیاده و سواره، باید خودتو به امام برسونی، تعارف نداره، باید پیاده و سواره خودتو به امام برسونی. و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا. یه نکته دیگه هم جالب تو روایت هست که وقتی که بهش میگن اذن فی الناس بالحج، حضرت ابراهیم میگه که آقا ما این وسط بیابون داد بزنیم اصلا صدامون کجا میرسه؟ اصلا کی میفهمه که مثلا ما باید بریم مثلا کجا داد زدیم؟ خدا وحیه یا ابراهیم تو علیک الاذان و علینا البلاغ، تو داد به تو بزن من صداتو میرسونم. تو داد تو بزن، تو چیکار داری که این صدا میرسه یا نمیرسه؟ من صدا در طول اعصار این صدا رو میرسونم، به جوری که وقتی حاجی میاد لبیک لبیک میگه، میگن این جواب همون از ذنف الناس بالحج، یعنی تا قیام قیامت همیشه همه دوتا حوله میپیشن به خودشون میرن اونجا میگن بله چشم. خیلیه آقا، اخلاص اگه تو کار باشه اینجوریه، اگه کار الهی باشه اینجوریه. تو حرفتو میزنی، مقالتو مینویسی، کارتو انجام میدی. این به قول این زبون نجسی اسکیلاب کردنش با خدا خلاصه، یعنی ضرب در هزاران ضریب میکنه اینو که اصلا در چیز تو هم نیست، تحت اختیار و قدرت و فکر و این چیزای تو هم نیست. دستور عجیبه دیگه، تو وایسا این وسط بیابون داد بزن که آی مردم دنیا بلنشی بیاد حج. خب فکر کنی مثلا این صحنه رو فیلم بعدم یه دیوانه اون وسط داره داد میزنه یا مردم، میگم چی من چیکار بکنم؟ علیک الاذان و علینا البلاغ، تو دادتو بزن، تو کارتو انجام بده، این ضریب ها رو بذار خود خدا تو کارها ایجاد میکنه. و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلا کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم، تا شاهد باشن منافعشون رو، همه جور منافعشون رو. من یه دونه جایگاه اینجوری درست میکنم که اگه حج درست باشه، حتی گفتن آه اونجا ببینید ما بازی رو به هم زدیم، و یعنی اتفاقا خرید از حج بسیار مستحب بنونید که چرا حالا آقا میگن نخرید؟ چی بازی به هم خورده؟ این خانه صابخونهش اصلا خانه غصبی شده. خب بعد به جایی که بازار مسلمین اینجا ایجاد بشه، بازار غیر مسلمین و اجناس چینی و نمیدونم فلان شده، بازار آمریکایی ها شده. خب واقعا این خونه الان غصب نشده؟ ایناست که مال کسی نیست. اینه شما بیاین یه همچین چیزی ایجاد بکنید که محورش امام باشه. من دیدم که خیلی ها وقتی که میگن فرمودن آقا جنس
نمیخواد تو خرید تو بازار بکنید، یه دسته آیات و روایات رو آوردن که این خلاف مثلا آیات و روایات، دستاتی که ما باید بازی ها رو هم زدیم. شما مثلا داریم از سارق و از سارق فقط و عیدی هما دست دوزو بزنید، خدا همه فرمودن که در سال مجاعه، در سال قحطی نه، یعنی مالا یه اقتصاد سالمه تقریبا، نه یه حالت قحطی که ملت گرفتن یهوی دزدی میشه توش، یه دست دزدو بزنید. خدا ائمه فرمودن که فی سال مجاعه نه، فی سنت مجاعه نه. میخوام عرض بکنم که ما خیلی توصیه داریم اتفاقا تو ایام حج خرید و فروش و فلان و از همونجا اون بازار رو داغ کردن و اینا، ولی اون چیه؟ بازاری که محورش بیان یعتوکه، اون موقع اون بازار باید یه بازار در محور امام بازارهای اقتصادی شکل بگیره، ملت بیان عرضه کالا اقتصادی، نمیدونم حالا چیزا بفهمید، استارتاپ های نمیدونم چی بزنن، دو خیلی هم خوب، محورش امام باشه، وقت اینا هم باشه. لیشهدو منافع لهم، که اون موقع منافعشون رو پیدا بکنن، تو شاهد منافع خودشون، منافع تأکید کردن، منافع مادی و معنویشون. اون موقع ببینید چه نظامی شکل میگیره، شما عمل فوق عبادی همراه با قربانی کردن پیش امام و در محوریت امام بازار مسلمین و بازار عدیده بازار، این میشه اونی که حج اصلیه که پیشبینی شده و این خانه براش پیشبینی شده. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، اون موقع خدا رو در ایام معلوم یاد بکنن. ببینید حالا به دلیل اینی که ائمه در ذیل اینها روایاتی فرمودن که مثلا بگن اینا مثلا همون ایام تشریقه، تا مترجمی میان اینا رو ترجمه کنن مثلا ایام تشریق، بابا اصلا بحث فعلا اصلا بحثای فقهی حج نیست، بحث سوره حج که بعد جنگ ها رو در پیش جنگ اوذن للذین یقاتلون فلان تو این سوره است که دیگه میگه برید بجنگید دیگه، حالا این به صورت اصلا ابتدای جنگ ابتدایی که اینا خودش معنی داره که چرا تو سوره حج این مطلب گفته میشه. اینی که یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمت الانعام، این ایام تشریق هم، ولی خود ایام معلومات مهمه، ایام معلومات. فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، این یه نکته دیگه ای که تو شما در حج میبینید، تو زکات میبینید، اینی که میگه بخورید و اطعام بکنید، این از حج، از نماز، یعنی پدیده نماز زکات که تو قرآن فراوانه، که حتی دیگه آیه ولایتش یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعونه، که یعنی در حالت خشوع، اصلا خشوع و رکوع، اطعام کردن و زکات دادن همه اینها و کمک کردن، آخرش بیاد نیاز نیازمندانم برطرفش، ببینیم میشه چه حجی. محور امام، عمل عبادی، بازار شکل گرفته، یک ایام معلومی رو خلاصه توش برجسته کردن، این فی ایام معلوم و کمک به حقیقت گرفتار و فقیر و اینا، مشکلات اونا رو حل کردن. بخورید فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر،
ثم یغلو تففهم. این روایت شده میگن بعد تففتون رو چیز بکن، ثم یغلو، باید این چرک رو بذارن کنار. بذارید من روایت رو بخونم. همینجوری اگه روایت هم نمیخوندیم، آقا من اگه قرار نبود بیان پیش توی امام که شرک زدوده بشود، من اگه قرار نبود طهارت ایجاد بشود، ثم یغلو تففهم، برای همین گفتن ثم یغلو تففهم یعنی تفف و این چرکشون بذارن کنار، گفتن یعنی لقاء امام کنن. روایت دیگری اومده، طرف پرسیده، حالا روایتش اینه، عبدالله بن سنان از ذریح محاربیه، میاد میگه که آره امام صادق فرمودن ثم یغلو تففهم یعنی لقاء امام. بعد میاد خدمت امام صادق میگه ببخشید یه سوالی دارم، میگه ثم یغلو تففهم یعنی چی؟ میگن یعنی تقلیم الاظفار، یعنی ناخونش میگه و اخذ و شارق، سیبلاش بزن. میگه ذریح از جانب شما، ذریح محاربه از جانب شما، یعنی لقاء امام. گفتم اونم درست بود، اونم درست. اینا لایه های قرآنه، این مال همون طهارت است که گفتن آقا این طهارته به اینی که بیم پیش تو، حالا ثم یغلو تففهم میشه اون لقاء امام. اگه بخواد چر این چه چرکیه که در لقاء امام تو این اجتماع داره زدوده می شود، این کدوم چرکه؟ این همون چرکیه که مربوط طهارت های قوم برگزیده امام، این چرک داره زدوده می شود، نه اینکه ثم یغلو تففهم مثلا لقاء امام، مثلا از دور امام، این که نیست که لقاء امام. لقاء امام یعنی برسی در محضر امام، حرف امام رو هر بگیری بیاری، این میشه لقاء امام، یعنی برسونی خودتو به امام، یعنی قرار بود برسیم به امام. حالا یه نکته ای که گاهی اوقات برخی به ما ایراد میگیرن، میگن شما با ولی فقیه عملا نقش امام رو داری کمرنگ میکنی، اضطرار الالحجه رو داری کمرنگ میکنی. خوب دقت بکنید ببینید ما حرف ما تو این بحث چیه. اولا موضوع غیبت یه مجازاته، این واضحه، یعنی اینکه امام سر کار نیست مثل ائمه هدا، یا امام دیگه اصلا دیدنی هم نیست، که خیلی فرقی با اون حالت کاری دستش نیست نیست. یعنی شما چه امام نیست که شما ببینی، چه هست فقط شما داری میبینی مثلا. خب که این دوتا فرق در مقام امامت او دیگه نداره دیگه، خب نیست که نه نیست، فرق میکنه. خب که این ماجرای غیبت که یک مجازات در این دوره تیهه و دوره سرگردانیه، ولی کدومش علاقمندی بیشتری به امام؟ بگیم که ما اصلا کلن پدیده امامت رو دیگه میذاریم کنار، به پدیده ریاست بر یک حکومت بسنده میکنیم، میشه حکومت های دنیا، چرا تو هر حکومتی یه رئیسی هست، مربوط به رئیس جمهوری هست، نماینده مجلس هست، قانونگذاری هست، همه این چیزا هست دیگه. ما اینو تبدیلش میکنیم به این،
این غلط کردنش بیشتره، یا بگیم که آقا ما با نماینده امام دیگه بیعت بکنیم، ما اینجوری میگیم غلط کردیم، با کسی که نماینده امام با او بیعت بکنیم دیگه، و نه تحت عنوان ریاست بر حکومت، تحت عنوان امامت و رهبری، یعنی با مدل امامت بیعت میکنیم، نه با یه نفری کلن. و یا نه همه این قسم هایی که رئیس جمهور میخورن فلان، همه که خب تو همه کشورها میخورن، ما با مدل امامت میخوایم بیعت کنیم با زهره، با اون مدل. و اینه که هی بحث ظهور قرآنیش عرض میکنیم، این است که اگر یه امتی بیعت کرد با امامش، با نماینده امامش، اگه تو اون قالب تونست بیعت بکنم، اون موقع است که زمین آماده میشود که امام ناس بیاد. اون موقع یه نماینده میفرستن، میگن شما با ایشون همون سبک اون بیعت رو بکنید، اگه هی میگی بیعت میکنه خب با این بیعت کنید ببینم بیعت میکنه یا نمیکنه، اگه تونستید با اون بیعت بکنید با همون مفاهیم امامت و رهبری، با اون مفهوم، نه مفهوم حکومت داری که هر کسی یه حکومتی داره، تحت این مفهوم نه، تحت مفهوم امامت و ولایت اگه تونستید بیعت بکنید و تونستیم این کار رو انجام بدیم، اون امام ناس میاد. حالا شما بگید کی داره بیشتر حالت اضطرار ایجاد میکنه، کی تو خط تره، کی پای کار تر وایستده، اون کسی که میگه من اصلا کل این سیستم رو میذارم کنار تا یه موقعی امام ناس بیاد، یا یه نفر میگه من با نماینده امام همون با همون مدل بیعت میکنم حالا و اون کار رو انجام میدم تا حجت تموم شه، به عنوان امت وسط امام ناس بیاد. خب این که معلومه که این عاقلانه‌تر، واقعی‌تر که بیایم اینجوری بیعت بکنیم. من نمیگم اینا با تمام چیزاش بیایم نمادسازی بکنیم، مثلا فرض کنیم بیعت با در حقیقت نماینده امام رو هم ورداریم یه دونه نماد اینجوری درست بکنیم براش که فرض کنید هر سال هم برن میدون فلسطین، مثلا از اونجا راه بیفتن برن پایین فلسطین جنوبی، مثلا نمیگم این کارو بکنیم، ولی باید بفهمیم داریم ما با تو حج داریم با امام بیعت میکنیم. این نکته رو، این نکته زیاد باید اون موقع این طهارته رو کسب بکنیم، این تفس رو و چرک رو از خودمون خارج بکنیم. ثم لیقضوا تفسهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، که اون موقع میگم لایه‌ها مختلف هست، که گفتن اگه نذری مثلا تو موقع کرده بوده باید نذرش رو ادا کنه، خب یه بحثه، اگه بحث لقاء الامام باشه نذرش رو ادا کردن یعنی باید عهدش رو عمل بکنه. این همین بیانی است که مرحوم مجلسی، حالا من نیوردم، این مرحوم مجلسی همینو میگه، عجیبه مرحوم مجلسی اینو میگه تو بهار، اگه لقاء الامامش چرک زداییه رسیدی پیش امام باید بری حالا عهدت رو عمل بکنی، یعنی معلوم مأموریت رو گرفتی باید بری عمل کنی، باید شروع کنی به فرایند اینی که مأموریت رو پیش امام گرفتی بری عمل کنی. لذا این همون عهدیه که اونجا عرض کردم و عهدنا، عهدیه که بستی باید بری عمل کنی. ولی یوفو نذورهم، باید برن عهداشون رو عمل بکنن، نظراشون عمل بکنن، عهدشون عمل بکنن، همونی که بعد از لقاء الامام بهش رسیدن باید برن عمل کنن. اینا من باز هم عرض میکنم فشار روایات ذیل اینهایی که اومده بحثای فقهی طرح کرده
موجب شده. ما آیات رو هم حتی ترجمه شده داریم فقهی میفهمیم، درستی آیه اصلا در مقام بحث فقهی نیست. تو چون قرآن چند لایه است، شما بگید طهارت این لایه تولید میشه، بگید نجاست این لایه تولید میشه. روایت میگه ثم الیقود تفصهم، یعنی و باز دوباره تمام اینی که خب امام میاد، مسئله امامت میاد پای کار، دشمنی ها درست میشه، این میشه دیگه همه توابع همین داستانی که بعضی هی سوال میکنن خب آقا تا این پدیده های این مدلی تولید میشه دشمنی ها درست میشه، اینجوری میشه اونجوری میشه. مثلا قاعده بحث امامت و ولایت و نبوت و همه اینا قاعدش اینه، چرا از قاعده میخوایم فرار کنیم؟ شما این آیه که آیه موقعی باید وایسیم سرش، آیه 213 سوره مبارکه، 213 سوره مبارکه بقره، آیه معروف چیزی داره که بله نشون میده بعثت انبیا، صفحه 33، بعثت انبیا اصلا این بعثت انبیا خودش اختلاف برانگیزه. کان الناس امتا واحدتا، مردم یه امت واحدی بودن چه زندگیشون میکردن. فبعث الله النبیین، خدا نبیین رو مبعوث کرد. خب فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. یعنی چی؟ یعنی این که میاد اختلاف درست میکنه، چون یه حرف راقی داره میزنه، حضورش یه اختلاف درست میکنه، معارفش یه جوری اختلاف درست میکنه، بعدش خودش هم باید رافع همین اختلافه باشه. اون موقع اون موقع میگه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات و بغیان بینها. میگه اون اختلافی هم که بعدن داره درست میشه به خاطر حسد و ستمیه که بین ایناست. خب اصلا حضور خود این پدیده، اصلا میگن قرآن فرقانه، اصلا همینه، به خاطر یه دسته از معارف راقی داره وارد میشه. این مثل این میمونه که ما الان اینجا نشستیم، همه خب نشستیم کلم حال میکنیم با هم دیگه، اگه شروع کنیم بریم کوه یه ده تو ارتفاع 1000 گیر میکنن، یه ده تو ارتفاع 2000 گیر میکنن، بعد این 1000 به 2000 فوش میدن که اصلا، بعد میگن اصلا کوه رفتن یعنی چی؟ این چه کاری؟ خب نشسته بودیم دور هم دیگه. خب یعنی اصلا این بساط انبیا کلن اختلاف برانگیزه خودش. و یا نه تو سوره مبارکه عنکبوت صفحه 399 سر همین جریان حضرت ابراهیم، که خب تو قرآن خیلی جریان حضرت ابراهیم رو نقل کرده، خیلی زیاد به عنوان اون مدل اصلی، هی سور مختلف جریان حضرت ابراهیم نقل کرده. یکیش که حالا همین گزارش سوره مبارکه عنکبوته آیه 25ش نگاه کنیم، میگه و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا. میگه شما من دون الله کلا یه اوثان و بت‌هایی رو انتخاب کردید که باعث مودت شده در حیات دنیا، یعنی حیات دنیاتون رو دارید به حجت، یه مودتی توش ایجاد شده، برای مثلا یه چیزایی نشستید توافق کردید دیگه با هم دیگه که آقا استفاده دنیا اینجوری بکنیم این. یعنی خود این وجود معارف من دون الله موجب یه مودتی هم میشه. درسته که اونجا اون طرف ثم یوم القیامت یک فرو بعضکم به بعض و یلعن بعضکم بعضا،
اونجا همه هم دیگه فوش میدید اینا، ولی اینجا خودش باعث یک نوع مودتی هم شده و میشه. و اساسا خود قرآن با یه عدالتی این رو میگه که آقا شما هر چی که غیر بشری هم باشه خیلی منافعی داره دیگه، اصلا من اصلا راضی هم نباشم یه منافعی هست، اصلا وحی و گذاشتن کنار یه سری منافع داره. یعنی واقعا از خرد منهای وحی هم استفاده کنه یه سری منافع تولید میکنه، مثل خود خمر و میسر رو که میگه خیلی منصفانه اونجا قرآن میگه که اسألونا که عن الخمر و المیسر قل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس، خواهی منافعی داره اینم، نمیخواد بگه همش بده همش داغونه اینا، ولی تو این موازنه بی خوده منافع و اسمهما اکبر من نفعهما. بلکه خمر هم یه چیزی داره، به خصوص اونه که طرف بسوزه پدر تجربه برای تو یکی این رومانیان تو این منطقه سیبری خلاصه رفته بود و یه نفری هم داشت رانندگیشو میکرد اینا، و این داشت سنگ لرز میزد این شما با آسین کوتاه داشت و گفت تو سرد نمیشه، گفت نه آجا من بخاری خوردم اون بخاریات بده ما هم بول ما داریم میمیریم برخواه منافع لهم، برخواه یه منفعتی داره ولی به اسم ما اکبر من نفع ما. کلن منهای وحی زندگی کردنم یه لطفی داره، منهای خدا، منهای وحی، منهای امامت، منهای این با خرد بشری اینم یه منافعی داره، اینم یه لطفی داره. ملت مودت بینکم فی الحیات دنیا هم ایجاد میکنه، ولی این اونی نیست که بشر رو آفریده باشن برای این، برای اون حیوانات رو آفریدن که بخواد از اون سطح استفاده بکنه. از این جهت هست که میخوایم عرض بکنیم که حالا همه این مناسکی که وجود داره که اینجا میگه مناسک ما رو نشون بده، سوره حج رو برگردید با دوره در سوره حج صفحه 336 رو بیارید، آیه 34 رو نگاه کنید، آیه 67 این نکته ای که ما بارها عرض کردیم در بحث یه نوع پلورالیزمی که قرآن ازش یاد میکنه، یه سری آیات این مدلی داره، تکثرگرایانه، یعنی که آقا مسیحی و یهودی و مجوس و فلان یا صابئین و اینا من آمن منهم بالله والیوم الآخر، اینا واقعا اینها رو تایید میکنه. بعضی ها خواستن هی بگن که یعنی مسیحی که اون موقع مسیحی بود، صابئینی که اون موقع ها مثلا صابئین بود، اینی که اون موقع ها، این ادبیات قرآن نیست. اینم باز به خاطر اینه که این لغت ها که چیز میشه، لغت ها که هی در طول زمان ها عوض میشه، مثلا این بحث اسلام که من یبتغ غیر الاسلام دینن، فکر میکنم اسلام دینن یعنی غیر همین اسلام، مثلا اسلام دینن فلن یقبل من، مثلا که اسلام اون دین اسلام نه شریعت اسلام، اون شاهراهی که همه مسلمون بودن، همه انبیا مسلمون بودن، این منظوره. من یبتغی غیر الاسلام دینن، دین اصلا داره بحث دین میکنه اینجا، بحث شریعت رو نمیکنه. خود اونا موجب شده که برخی ادبیات قرآن رو اینجوری میفهمن که یعنی مسلمونا میرن سعادت، مقولهی به نام سعادت، سعادت، بقیه هم همه شقاوت.
برخی هم یه نوع پورالیزم چیزی فهمیدن ازش، تقریبا بیقاعده. یعنی شما یه مسیحی خوب، یه یهودی خوب، یه چیز خوب، مثلا همینجوری هرکی خوب، حالا آدم خوب تعریفش باز خیلی ورود نمی کنیم، بهش میگیم مسیحی خوب دیگه. مثلا بعضی هم اینجوری اینو فهمیدن، در صورتی که من اونجا تو بحث سوره مائده هم نشون دادم که چرا هر موقع این بحث مطرح میشه کنار بحث ولایت مطرح میشه. یعنی چی؟ اونجا هم در بحث کتاب من عرض کردم این رو، هم آیاتی که اینجور بود. یعنی آقا شما در شبکه و پازل امامت قرار بگیر، حالا دیگه مهم نیست مسیحی هستی، مسیحی هستی که تو پازل امامتی، سنی هستی که تو پازل امامتی، تو این پازل قرار گرفتی و تو این چشمنداز قرار گرفتی و تو این معارف کتاب قرار گرفتی، تو این پازلی. این مسیحی، مسیحی سعادتمنده، سعادتهای خیلی بالا. و یعنی تو همون سوره مائده اوجش اونجاست، اگه بخواید نگاه بکنید میگه اصلا اومدن پیش تو هم بگو آقا به کتاب خودتون خب شما چیز بکنید، قضاوت به کتاب خودتون. یعنی انگار تو پازل خودش میگه آقا تو بیا تو پازل من باش، میخوای حالا مسیحی باشی باش کنه، حالا بله اون نسخه آخرش اسلام، ولی حالا میخوای مسیحی باشی اینش دیگه مهم نیست، میخوای یهودی باشی تو پازل من باش، سنی تو پازل من. لذا آقا مسیحی میره شهید میشه، زمینی که مسیحیه و شهید میشه. اینجا که اون موقع بحث مناسک مطرح میشه، شما نگاه بکنید این آیه رو، این باز داره تاییدیست بر همین. حالا این بحث هم خیلی بحث پردامنه ایست و باید تحقیقات خیلی جدیتر از این حرفایی که ما اینجا داریم عرض میکنیم انجام بشه. یه بخشش هم گفته شده، یه بخشش هم به صورت جدی از اون بحث های خیلی از اون خلاصه به قول از این بحث هاست دیگه، واقعا از اون بحث های تو کانکوتیشنه که باید با همه اهمیت ببینیش این بحث رو. بحثیست به نام سعادت، کی سعادتمند می شود؟ اون موقع یکی از شواهد دیگرش هم همینه که شما میای در داخل شبکه امامت، لکل امتن جعلنا من سکنهم ناسکو، برای هر امتی ما منسکی نسکی گذاشتیم که هم ناسکو، هر کنی یه نسک دارن. خب مناسک این وسط، ببینید خود اصل مناسک مهمه، ولی چگونگی مناسک، اگر میبینید به جزئیاتش حتی تو قرآن توجه نشده، من نمیخوام خدای نکرده بگم مناسک مثلا جزئیات مناسک مهم نیست. اون چیزی که مهمه اون چشم‌اندازاییه که یه نفر تو دین داره به سمتش میره. میبینید طرف روی قطره گولی که به پاش خورده نه، با حساسیت بالا داره اینو نگاه میکنه، ولی اینی که من جهتگیریم به سمت امامت و ولایت هست یا نیست، این حساسیتی نداره. این طرفشو باز میکنه، میگه لکل امت جعلنا من سکن هم ناسکو، خود هم مناسکی مختلف، اینه مناسکه، ولی فلا ینازعون نکه فی الامر، تو امر با تو حق ندارن نزاع کنن، تو امر. یعنی در این بحث حق نزاع ندارن، اون که جعلنا من سکن هم ناسکو، ولی فلا ینازعون نکه فی الامر، تو امر دیگه نزاع نیست. یعنی شما تو همین پازل امر باش، مناسک مختلف داشته باش. این باز دوباره همون چیزیست که بر اون مطلب شاهد است، ودعو الی ربک انک لعلی هدی مستقیم. این آیه رو تمومش بکنیم و اگر سوره مبارکه بقره، سوره مبارکه بقره آیه
125 انتهاش رو بینید. و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود، که جایگاه بیت هم ما داری اشاره کردیم دیگه. این آیات اینجوری رو، آیات خود قبله رو شما نگاه بکنید در صفحه 23 که من یه بارم این آیات 148, 149, 150 اینا رو خوندم خدمتون، که میگه ولی کلن وجهتون هوا مولی و فسته به قول خیران. بعد ببینید باز داره بعضی بحث نماز کردن این وسط، مثلا اینجا بحث نماز نیست، بحث قبله با این هویتشه. میگه آقا شما هر جا چرخیدی خارج شدی حواست به این خانه باشه، یعنی انگار مثل ستاره قطبی میمونه خانه‌ای که صاحب خانه‌اش امام فلان اینا. مثل اینی که میگن تو بیابون را افتادی همهش حواست بده به ستاره قطبی تو شب. و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، از هر جایی خارج شدی نگات باشه به طرف مسجد الحرام. نه این قبل مسجد الحرامه، این هم جزو معانی آیه است. نه اینکه بحث الان مگه بحث نماز و قبله نماز و مثلا میگه هر جا خارج شدی حواست بده. من حیف خرجت فول وجهش، چهره تو چرخون به سمت مسجد الحرام. و انه للحق و ربی و الله غافلن. و من حیف خرجت فول، باز دوره، و حیف ما کنتم فول وجوهکم شطره، هر جا بودی و هر جا خارج شد، از هر موضعی به هر موضعی خواستی بری فلاینا، همش حواستو بده به این ستاره قطبی، را گم نشه. از این شغل به اون شغل، از این استراتژی به اون استراتژی، از اینجا چه موقع خروجش چه موقع وقوفش، همه حواس به سمت مسجد الحرام، چهرت بده به سمت مسجد الحرام کلن. حالا این که ما به خاطر همین نکته ما اصلا استقبال به قبله یکی از مستحبات خیلی جدیه که جزو روش ائمه و توصیه ائمه بوده که موقعی که در هر چی مثلا در برای غذا خوردن برای هر کاری استقبال به قبله میکردن. اگر واقعا میز کاریتون میتونه طرف قبله باشه، خب بذارید طرف قبله میز کاریتونو، یعنی وقتی میشینید پشت میز رو قبله باشید. اگه میتونید از اون ور میزتون رو بیارید این ور، خب بیارید، خب میشه استقبال به قبله. حالا باز بعضی هم میگن که این نمیدونم باعث میشه این چه میدونم یه چیزایی تو بدن درست میشه، نمیدونم. حالا خیلی خوب، جزء بای پروداکت اون این کاره، محصولات جانبیه، خلاصه این که آدم رو قبله قرار بگیره اینا هم خوبه، ولی اصلا توجه به اینی که به قبله است انسان، قبله ای که یعتوکه صاحب خانه است، خانی، این که من اینجا رو قبله، همه اینم تو ذهنت باشه. ولی از هر جایی به هر جایی، از هر استراتژی به هر استراتژی، هر وقوفی، هر خروجی، همه حواست بده به این ستاره قطبی که این گم نشه توش. این همون اهمیت ولایت و امامتیه که هی داره قرآن با زبانهای مختلف، با تشریعات مختلف، شما حتی با زبانهای حادثه، آخه جا قهد مثلا حضرت علی باید تو خونه به دنیا بیاد؟ و اصلا کی گفته بود که مثلا پناهنده بشه برای چی به خانه خود؟ آخه مگه ایشون نمیدونست مثلا اینجا زایشگاه؟ مگه آخه کی تا حالا تو خونه خدا رفته زایده که ایشون دومی مثلا یه حالا من برم مثلا سنتی راه افتاده بالاخره میرم اونجا میزان بیمارستان نیکان مثلا؟ اینجوری که نیست که، خب میره یوهی بره اونجا شکاف برداره بره داخل، اونجا نماد امامت
از نماد توحید در اونجا زایده بشه. خب یعنی نماد امامت از نماد توحید به دنیا بیاد. خب اینا همه زبانه، زبان حادثه است اینا، که نشون بده که اینجا یه صابخونه اینجوری داره و تمام حواس تو باید بدی این صابخونه و همه این رفتارم برای رسیدن به اون جریان امامت و ولایت. که بعدش هم ببینید آیاتش شبیه، حالا برسیم اینو دیگه سر جاش، آیات شبیه آیات ولایته. نگاه بکن ادامه آیه رو چرا اینجوری آیش، یعنی آیاتش با آیات سوره مبارک مائده می‌بینید که همه آیه 150 رو نگاه کنید. لَلَّا يَكُنَ لِلنَّاسَ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَأُتِمَّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. خب تا من بیام لعتم نعمتی فلان، تا بیام مسیر تمامت نعمت رو بیام که بعد میشه اتمم تو علیکم نعمتی و فلان، اینا سوره مبارک مائده. که حالا این آیه رو سر جای خودش بیشتر نگاه میکنیم، با این عنوان تمام بکنیم که این رکعه سجود و فلان ایناش موند، که باز اینا به بحث سوره مبارک مائده ارتباط داره، همون و هم راکعون که اون موقع هم سوره مبارک مائده گفتیم. اینجا باید یه دقت بیشتری بکنیم. و از قال ابراهیم و رب جل، یه دعای حضرت ابراهیم دعاها شروع میشه، میگه این بلد لو آمن قرار بده، ورزق اهله من الثمرات، اهلشو از ثمرات چی بکن؟ روزی بکن. من آمن منهم بالله والیوم الاخر، اون مؤمنش رو از ثمرات بهرمند بکن. خب مؤمن رو از ثمرات بهرمند. خدا هم جواب حضرت ابراهیم رو میده و البته انگار یه کامنت میذاره زیرش. خب و اون این است که این که اینجا آمن بشه که آمن میشه. حالا سوالای مقدر شما هم باید جواب بگیرختی، بازی رو به هم میزنیم، آمن هم نمیشه دیگه. کشتار حجاج هم تو همین سرزمین انجام میشه. اینا همش مشروط به یه چیزایی است. این سرزمین و سرزمین امن قرار بده که خدا میگه، من این تو آیات دیگه این سرزمین رو سرزمین امن قرار دادم، ما کشتار حجاج هم تو همین سرزمین انجام میشه. ورزق اهله من الثمرات، اهلش رو از ثمرات، کی کدوم از اهلش رو؟ من آمنه من هم بالله والیوم الاخر، مؤمنین قضیه رو به از ثمرات بهرمند بکن. خدا میگه قال و من کفره، اگر این کامنت خدا بر حضرت ابراهیم اینجاست، اگه اصلا روزی های آیه ابراهیم، اگه منظور از روزی ها روزی های مادی، نه اینو کلن اینجوری نیست قاعده من، که هر کسی هم کافر باشه من روزی میدم. بالاخره تو دنیا روزی های کافر رو هم من میدم. قال و من کفره فامتعه قلیلا، ما یه مدت کمی به هر جا تو این دنیا روزی میدم و بهرمند میکنم. بله اگه منظور یه رزقای آنچنانیه که تو داری درخواست میکنی، اون درسته، اصلا اون مال من آمنه من هم بالله والیوم الاخره. ولی اگر بحث روزی مادیه که من این روزی مادی رو که من میدم به اینا هم میدم، و اتفاقا این سیاست و سیاست هایی که باید همه هم داشته باشن. یه موقع آقای قالیباف میگفتش که من خدمت آقا بودم، آقا به من گفتن که آقا قالیباف مثل خورشید عمل بکن. گفتم یعنی چی؟ گفت این شب تو این تهران بالاخره یه عده نماز شب میخونن، یه عده میدونن فسق و فجور میکنن، این خورشید که میاد بالا دیگه انتخاب نمیکنه که به کی بتابه به کی بتابه، به همه میتابه دیگه. این باید تو به همه این
خدمات رو باید به همه بدی، همه علی‌السویه، اینجوری باید خورشید بتابه. این مدلی اون مثل خورشید باش. تو نظام اسلامی نظامیست که برای همه امکانات میده، باید بده. خدا هم همین روش میگه، آقا من که روزی میدم، من این دنیا رو که روزی میدم. اگه ابراهیم منظورت اینه که روزی دنیاوی هم ندم، اینجوری نیست، من روزی دنیاوی میدم. حالا و من کفره فامتعه قلیلا، حتی تو این خانه قسمی باشه بشینه، بازم من روزی دنیاشو میدم. فامتعه قلیلا ثم اضطر رو لا عذاب النار بئس المصیر. اگه روزی اخروی هم که خب مخصوص همین، هم رد نمی کنه و هم خیلی انگار قبول نمی کنه. خدا با حضرت ابراهیم یه تعارفی داره تو قرآن، اینجوریه نگاه بکنید. مثلا هم میگه که حضرت ابراهیم دعا میکنه که و ادخلنی فی الصالحین، منو در زمره صالحین وارد کن. حتی اونی که اون میخواد خب دیگه صالحین دیگه، که در روایت اومده که مثلا در مقام اهل بیت قرار بدن. هی قرآن اینجوری میگه، میگه و انه فی الاخره لمن الصالحین. اون یه جوری اینگه با تعارف میخواد بگه تو دنیا ندیگه، مثلا دیگه تو دنیا به اون مقام نمیشه رسید، تو اون ور حالا باشه. اینگار یه جور با تعارف با حضرت ابراهیم دقیقاً این رو. اینجا هم چیزی نمیگه و هم یه چیزی میگه در به حضرت ابراهیم. اینگار میگه که مثلا حالا دیگه روزی های ملت رو هم میدم دیگه، حالا شما خیلی وارد این قضیه نشد که من روزی کفار ندم و اینا. یه همچین حسی تو خود آیه انگار وجود داره که خوب یه صلوات به الله بفرستید. و ایام رحلت سید الکریم هم هست، ایشون رو واقعا حالا آقای بهجت میگن خلاصه خسارتیه، یه چیزی مثلا جفا کردن مردم تهران. اگر حقیقت حالا یادم ماهی یه بار هفته یک بار میگن به سید الکریم مقام عرفانی بالا، مقام علمی بالا، یه آدم یه چیز فوق‌العاده، در حقیقت آدم یه امامزاده، خیلی امامزاده هم بخواد یه بیاره توی چیز. ولی خصوص جمعه ها و اینها یه حوصله کردید صبح زود بلند شید برید به زهرا و بیاید یه دونه سید الکریم و سر راه یه کله پاچه هم بخواید خونه اینجور مناسکش. عرض خدمتون که خلاصه استفاده باید کرد واقعا از این نعمتی که دم دست آدمه. واقعا ما این بعضی وقتا که حالا پیش میاد میریم روستاهای دور افتاده دنیا، اصلا نمیدونم این نبودن امامزاده، نبودن یه جای زیارتی و بعد با این حس فوق‌العاده‌ای که توی این جای ما، توی یکی همین روستاهای دنیا تو شهر دلفت تو هلند، اونجا یه چیزی بود، یه کلیسایی بود، کلیسا ها معمولا حس خوبی، من معمولا میرم کلیسا میرم آخر اینا جزو چه خداست دیگه، جایی که خدا یاد میشه. آقا تو این کلیسا خیلی قدیمی هم بود، محل دفن شاهزاده های هلند هم بود. وارد شدم دیدم فضا به قدری کثیفه، این فضا به قدری سنگینه، من همش چشم انداختم که ببینم چرا اینجوریه این فضا. دیدم یه گوشه گفتم شاید مثلا این آبیلیسکای شیطان پرستا هست، چهار تا تو اینجا نصب کرده بودن. اصلا اینقدر من دوستان داشتم اصلا بالا می آوردم اونجا، بلند شدم از کلیسا اومدم بیرون، یه کلیسا بغلی بود، کلیسا همسایه، رفتم اونجا دید نه آه این شد این کلیسا، این خوبه، معلومه عبادت. واقعا وجود عبادتگاه ها، پرستشگاه ها، امامزاده ها، همه این چیزها
که دوروبر ماها هستن و بعضی بی توجه، مثلا این آقا خانوم تو مشهد میگفتش که داشت با بچه رفته بود و اینا، و یه خانوم دیگه با بچهش اومده بود با هم هم صحبت شدن، گفتش بچه 6 ساله بود. خود من خلاصه مشهدی هم، اون خانوم میگفت مشهدی هم، این بار اول هم بچه هم آوردم بعد 6 سال. یعنی طرف همه جا میره زیارت نمیره، یه زیارت قم نمیره، یه جمکران نمیره، یه دونه زیارت سیدالکریم نمیره، همه جا بگی میره. واقع نه این آدم مشغولیه که چیزه. خود آقا با همه این کارشون تو سن 80 سالگی دیگه واقعا نه این آقا به این چیزشون جفاست. بابا آقا سن 80 سالگی تو این وضعیت روزه میگیره، بعد دیدارهای رمضانی همینجوری پشت به پشت کله ای اینجوری، بابا آقا رحم کنیم این پیرمرد. بابا تازه مثلا اینجوری کتابشو میره میخونه بعدش میره بعد هرت و فرد بره چیز جمکران بره اونجا بره. بابا ما اینا جزء ذخایریست که اطراف ما هست و تحویل بگیریم این چیزا رو. مثلا خودش یه عنایتی، آقا من یه برنامه‌ای دارم هفته یه بار دو هفته یه بار میرم سیدالکریم، حالا یه وقت صبح زودم ممکنه انتخاب بکنم برای اینکه سریع برم و برگردم که این توجه ها در خود انسان شکل بگیره. اینم یه توصیه ای که آقای بهجت کردن، خواستم انتقال بدم، یه صلواتی بفرستید مجدد. اللهم صل على فاطمة وبيها وبحلها وبنيها وعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة في كل ساعة وليان وحافظا وقاعدا وناصرا وذليلا حتى تسكنه أرضك أنت وتمتعه فيها طويلا يا ابن حسن يا من يا صاحب الزمان کوچه زما دورتر نغمه تو از همه پر شورتر از این دن علیان ار الخلق بلا ترا
ترانا نخف بک کی میشه دور شما حلقه بزنی و انت تأم الملا شما امامت کنی یا صاحب الزمان دربارگاه قدس که جای ملان نیست سرهای قدسیان همه بر زانی غم امام رضا فرمودن یب نشبی این کنت باکی هم علا شیل فبكل الحسين ابن علي ابن أبي طالب فإنه ذبح كما يذبح الكبش بين دلارام جد غريب مارا از آدم مزایق کردن کوفیان خوش داشتن حرمت مهمان کربلا بودن دی بودن همه سیران امیمکی خاتم زهدا سلیمان کربلا یه بیتم برام بی زینب بخانه بلند مرتب شاهی بلند مرتب شاهی پیکر دفتا بلند منتب شاهی پیکر دفتا بی بی جان ما دست به دامن شاهی بلند مرتب شایم پیگرد افراد همین که پیگرد افراد خواهرد افراد حسین من بیاییم دل شکست را بخواه حسین من مسافر جامان درام و خود ببر حسین من حسین من السلام السلام علیک یا با عبدالله هل الارواح التي حلت بفناه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
رجل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى وعنا أولاد الحسين وعنا أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته اللهم رب بخش بیاموز قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما در امن فرجش تأجیل بفرما ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان خدا نسل دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن اهل بیت قرار بده خدا همه مرزا اسلام مرزا منظور عاجلن کاملا لباس آفیت بفوشان پدر مادر ما را ببخش و بیامرز طبقاتی از نور بر حضرت امام آرد و حاصل بفرما مقام از رهبرین خدمتگزاران اسلام انقلاب مید و منصورشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدانیم در حق ما به هدف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در راه خدا قرار نده بالنبی آله الفاتحه مع الصلوات